مردم معمولا به خاطر ساختار فیزیولوژیکی خشنشون یکی از بزرگترین مشکلاتشون اینه که وقتی میخوان با یک خانم رابطه جنسی داشته باشن همیشه بدون مقدمه و آماده سازی سریعا سراغ اصل مطلب یعنی خود رابطه جنسی میرن. در این حالت ممکنه خانم دست رد به سینه مرد بزنه یا اگر هم نزنه به خاطر حشری نبودنش رابطه سرد و بدون علاقه ای رو به شما ارائه بده. این موضوع به ساختار روانی احساسی زنها برمیگرده. اگه میخواید با 10 تا کاری که دخترها رو حشری میکنه و باعث میشه دختر ابتدا به ساکن لخت بشه آشنا بشید، با کنجکاو تیوی همراه باشید. درود به همه شما دوستان عزیزم، من رامتین هستم و در این ویدیو با شما همراه خواهم بود. در روابط بین زن و مرد اگه هر کدوم از طرفین فکر کنه که طرف مقابل تنها برای لذت جنسی اونو میخواد، نه تنها در طول رابطه ها سرد، بی احساس و بی میل میشه، بلکه در دراز مدت ممکنه از شما متنفر هم بشه. بنابراین باید توجه بشه که هر گونه رابطه ای بر اساس درک و تامین نیازهای متقابل باشه تا پایداری و لذتش به اوج خودش برسه. 1. تا جایی که میتونید دختر رو ببوسید. هر بوسه عاشقونه ای که بر لبهای یک دختر یا جای حساسش میزنید مثل یک هدیه عاشقونه میمونه که بر قلب دختر فرود میاد و اونو شعله ور میکنه. قدرت بوسه رو نباید دست کم بگیرید و به یک یا دوتا اکتفا نکنید. قبل از رسیدن به رابطه جنسی هر نقطه حساسی از بدن دختر رو که میتونید ببوسید و این شعله‌ای که توی قلبش روشن شده رو هر لحظه شعله ورتر کنید و با انجام این کار تمایل دختر به لخ شدن رو شدیداً بالا ببرید. 2. به چشمان دختر خیره بشید. گفتن جمله دوست دارم و عاشقتم یکی از مهمترین جملاتیه که بین یک زوج رد و بدل میشه. اما جالبه بدونید که هر چقدرم که این جمله رو استفاده کنید اما باز هم نمیتونید تأثیری که از یک نگاه عاشقانه به چشمان دختر به دست میارید رو به دست بیارید. ارتباط چشمی بین یک زوج نیرومندترین و مؤثرترین چیزیه که باعث تحریک بدن طرفین میشه و درجه حشری بودن دختر رو بالا میبره. بنابراین سعی کنید که عشق بازی با چشم ها رو یاد بگیرید و قبل از انجام رابطه با نگاهی عاشقانه و پر از آرامش دختر رو تحریک به لخ شدن کنید. 3. نظافت شخصی. داشتن یک بدن بدون مو، خوشبو و تمیز میتونه داستان رو از این رو به اون رو بکنه. حتی اگه شما خوشتیپ ترین مرد جهان باشید و عضلانی ترین بدن دنیا رو داشته باشید، بازم اگه بدنتون پر از مو و کثیف باشه شاید حتی اصلا نتونید کاری کنید که دختر به شما فکر کنه. تمیز بودن بدن شما میتونه شما رو از دید دختر سکسی کنه و توی ذهن دختر قوقایی به پا کنه، به طوری که حتی اگه هیچ کاری نکنید و فقط یه بخشی از بدنتون رو نشونش بدید ممکنه بتونید اونو عاشق رفتن به رخت خواب کنید. 4. بازی با موهای دختر. یکی از نقاطی که قبل از درآوردن لباس توسط دختر در دسترس شما قرار داره موهای اونه. هیچ زنی در دنیا وجود نداره که در هنگام معاشقه با یک مرد از چنگ زدن آروم مرد به موهای سرش لذت نبره و حشری نشه. شما میتونید این کار رو همزمان با بوسه گرفتن از لبهاش انجام بدید و سرعت بالا رفتن شهوت زن رو چند برابر کنید. 5. کارهایی که قبل از اتاق خواب باید انجام بدید. شهوتی کردن یک دختر تنها محدود به کارهایی که توی اتاق خواب با او میکنید نیست. خریدن یک هدیه مثل شاخه گل، فرستادن جملات عاشقونهی با مضمون دوستت دارم و حتی دعوت اون به خوردن غذا با همدیگه و کارهایی از این قبیل از ذهن دختر خارج نمیشه و در لحظه که میخواید باهاش رابطه جنسی بزنید به کمکتون میاد و سرعت حشری شدن اونو بالاتر میبره. 6. دائما از زیبایی دختر بگید. حتی اگه احساس میکنید که یک دختر زیباترین زن جهان نیست، باز هم جوری باهاش حرف بزنید که احساس کنه زیباترین دختر جهانه. این کارو نه فقط یک بار یا دو بار، بلکه تا جایی که میتونید به تعداد بالا انجام بدید و در هر فرصتی که احساس میکنید حرف کم آوردید، شروع به تعریف از زیبایی صورت، زیبایی موی سر، زیبایی تیپ
و از این قبیل موارد بکنید. زنان عاشق اینن که یک مرد از زیباییشون تعریف کنه، به حدی که اکثرشون با شنیدن این جملات بدنشون سریعا واکنش نشون میده و شروع به تحریک شدن میکنه. 7. بعد از موافقت دختر، لباسهای دختر رو به آرومی در بیارید. همونطور که گفتیم با توجه به ویژگی های فیزیولوژیکی مردا، معمولا اکثر اونها در کارهاشون خشن و عجولند و این موضوع در رابطه جنسی هم صدق میکنه. اونا معمولا وقتی شهوتی میشن با عجله شروع میکنن لباسهای دختر رو در میارن و کار رو شروع میکنن. دیده شده حتی بعضی از اونها از همسر یا یک دختر میخوان که قبل از شروع رابطه لخت بشه و روی تخت آماده انجام کار باشه. اما دختر شاید ظاهرن به این کار شما واکنش بدی نشون نده، اما بدونید که از ته دلش به هیچ عنوان از دست شما راضی نخواهد بود. زنها با توجه به ویژگی هاشون نیاز به آمادگی قبل از رابطه دارن. بنابراین لحظه‌ای که خواست لباسای دختر رو در بیارید، سعی کنید این کار رو آروم به همراه صحبت‌های عاشقونه و نگاه کردن به چشمان دختر انجام بدید. 8. بهش بگید که من هیچ کس دیگه جز تو رو توی دنیا دوست ندارم. یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه یک دختر نسبت به شما شهوتی بشه اینه که احساس کنه شما با هیچ دختر دیگه ارتباط ندارید و مهمتر از اون از هیچ دختری در دنیا بجز اون خوشتون نمیاد. بنابراین سعی کنید تا جای ممکن از جملاتی استفاده کنید که باعث اطمینان بیشتر دختر از این موضوع میشه. اثبات این موضوع به دختر تنها با حرف زدن اتفاق نمیفته. سعی کنید تا جای ممکن حریم شخصیتون رو با دختر به اشتراک بذارید و بذارید که به همه چیتون دسترسی داشته باشه. چون اگه دختر رو در این معقوله به اطمینان برسونید، او با علاقه و اطمینان بیشتر و خیلی زودتر به رابطه جنسی با شما تن میده و حاضره که لخت بشه. 9. در آغوشش بگیرید. اگه شرایط به جایی رسید که احساس کردید دختر بهتون اجازه میده، سعی کنید همه جای دختر مثل دستا، پاها و در کل بدن اون رو توی آغوش بگیرید و اگه شرایط مهیا بود بهش اجازه بدید که کل وزنش رو روی شما بندازه. این موضوع باعث میشه که دختر احساس یک تکیه‌گاه کنه و فکر کنه که او تنها به شما تعلق داره و همه چیش رو از جمله بدنش رو میخواد که در اختیار تصمیم شما قرار بده. 10. ماساژ بدید. قبل از اینکه وارد مرحله رابطه جنسی بشید، با دستاتون که یکی از مهمترین فرستنده های قوی نیروی جنسی شما به زن هستند، استفاده کنید و جای حساس دختر رو مثل کمر، دست، پا، گردن، موی سر و اگه دختر اجازه داد اطراف پستان و باسنش رو ماساژ بدید. نوازش عاشقونه جای حساس بدن دختر قوی ترین عامل بالا زدن شهوت اونه. قبل از انجام هر کدوم از این کارهایی که گفته شد، باید شرایط سنجیده بشه، به طوری که انجام این کارها رو پیش خودتون مرحله بندی کنید. مثلا از همون اول نمیشه که شما به سراغ اطراف پستون یا باسن دختر برید، چون ممکنه نه تنها شهوت اون رو بالا نبرید، بلکه اون رو از خودتون متنفر کنید. بنابراین همیشه سعی کنید که آروم آروم وارد حریم شخصی و قسمت‌های ممنوعه دختر بشید. اول از ساده‌ترین و محترمانه‌ترین کارها شروع کنید و در نهایت به حساس‌ترین و مرکزی‌ترین نقطه حریم دختر، یعنی بین پاهای او برسید.